چند روز پیش یک نهاد بیمللی به نام Organized Crime and Corruption Reporting Project که به فارسی میشه پروژه گزارشدهی جرایم سازمانیافته و فساد گزارش سال 2021ش را منتشر کرد و در این گزارش نام متفکر دوم جهان یعنی همین نفر به عنوان متقلب و مفسد درجه اول در سطح جهانی در صدر این لیست قرار گرفت به دنبالش نام این آقایان بشار اسد رئیس جمهور سوریه و آقای رجب, رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه و همچنان سباستیان کورتس نخست وزیر اوترش قرار گرفت افغانست های متعصب به این آدم یعنی با آقای اشرف غنی لقب بابا را دادن و صرف به خاطر که ایشان از قماش اونها هست تمام تقصیرها را تمام جرایم ایشان را جرمها و خیانتهای را که ایشان انجام داد در طول اون چند سال همه را نادیده می گرفتند و منتقدین ایشان را یعنی کسانی که بر علیه ایشان انتقاد میکردن اونها را این افغانست ها به تعصب قومی متهم میکردن و غنی را از این طریق تبرعه میکردن الان همون خارجه هایی که اشان را چند سال پیش لقب دروغینی متفکر دوم جهان را دادن و سبب شادی و هیجان چوچه های بابا شدن همون خارجی ها امروز بابای این طلا را لقب متقلب و مفسد اول جهانی را دادن وقتی خبر منتشر شده توله ها یا چوچه های همین آدم همین بابا ناراحت شدن و گفتن که نه این گزارش صحت نداره ده این گزارش تعصب صورت گرفته خب اگر این گزارش صحت نداره پس اون گزارشی که ایشان را به عنوان مغز متفکر جهانی معرفی کرد بر مردم افغانستان تحمیل کرد او هم باید صحت نداشته باشه ایتو نمیشه که هر چی در نفع افغانیزم بود صحت داره و هر چی در ضررشان بود دروغ است البته فاسد بودن ایشان از همون ابتدا مثل خورشید مثل آفتاب برای مردم افغانستان حداقل آشکار بود زمانی که یک تحصیل یافته غرب میگه که ناعادلانه است که تمام اون کسانی که به جرم طالبانیزم و ترور و دهشتگری و قتل عام مردم بیگناه و کشتار اطفال دانش آموز در زندان بگرام زندانی شدن از, از یک قوم گوینده یک زبان باشند یعنی به نظر این متفکر دوم با وجود که ترور را اونها کرده مکتب را اونها سختاندن آدم اونا کشتن اطفال را اونا قتل هم کردن انفجار و انتحار و همه این جنایت ها را اونا انجام دادن اما به خاطر اینکه عدالت اجرا شوه عدالت از ل... از تعداد از اقوام دیگر را هم باید به جرمی که طالبان مرتکب شده دستگیر میکردن و به زندان مینداختند تا عدالت اجرا شد عدالتی که نظر، مد نظر ایشان بود هیچ انسانی که مغز و شعور سالم داشته باشد چون این چیزی را نمیگه البته ما بودی سیاسی مسئله را درک میکنیم میدانیم که چون اشرف یک کسی بود که در افغانستان زندگی نکرده بود بیشتر از عمرش در غرب تر شده بود و در لبنان زن لبنانی داره و در بین مردم افغانستان در بین جامعه افغانستان هیچ جای پای و ریشه نداشت ایشان هم دیگه تا از احساسات قومی مردم استفاده بکنه و در در بین جامعه پشتون بر خود جای با، باز بکنه اما مت... که متاسفانه امور قمم شد اما یک کسی که در سطح دکترا درس خوانده باشه اون هم در رشته انتروپولوژی یعنی انسان شناسی و یک آدمی که با باشه اون هم در حد درجه دکترا هرگز به خاطر کسب موقعیت به این گونه دروغ دغل متوسل نمیشه وقتی آدم درس میخونه در بسیار از موارد همیشه نه در بسیاری از موارد پایبندی آدم به اصول اخلاقی بیشتر میشه و برای منافع شخصی خود با سرنوشت مردم بازی نمیکنه با سرنوشت مرد دیگه بازی نمیکنه و به مردم دروغ نمیگه به خصوصا به اون کسانی که به این اعتماد کرده اما وقتی با مدرک دکترا اون هم از دنیای غرب می تا این حد ذلیل میشه آدم باید به سلامت روان و ثبات شخصیتی این آدم شک بکنه ما وقتی حرف از فساد میزنیم معمولا بیشتر فساد اداری و فساد اخلاقی در ذهن آدم برجسته میشه این که مثلا در حکومت هم در حکومت آقای کرزای و هم به خصوص در حکومت این متفکر دوم همین دو مورد به وفور وجود داشت هم فساد اداری و هم فساد اخلاقی بیداد میکرد اصلا درست است که این دو مورد هم فساد اداری و فساد اخلاقی نقشی بسیار مهم در سقوط داده شدن افغانستان داشت و در این وضعیتی که امروز دوچار شده اون فساد نقش داشت اما من فکر میکنم که اگر فساد را به معنای گندیدگی بگیریم خطرناکترین فساد گندیدگی ذهنی و فکری است که آقای غنی تا سرحد تعفن متاسفانه دوچارش بود و هست همین گندیدگی،, گندیدگی فکری و ذهنی غنی بود که ایشان را امروز در صدر لیست به عنوان فاسدترین یعنی گندیده و متقلب ترین فرد سال 2021 در سطح جهانی قرار داده البته این کشف توسط نهاد پروژه گزارشتهی جرایم سازمانی یافته و فساد یک کشف جدید نیست بخاطر که نهاد یک نهاد معتبر به هست گزارش اونها مورد توجه رسانه ها قرار گرفته وگرنه مردم افغانستان سالها قبل وقتی که تازه آقای غنی به افغانستان آمد و این اظهارات متعصبانه خود را در تلویزیون کرد فساد و گندیدگی ذهنی و زهنی و فکری این آقا برای مردم آشکار شد مردم متوجه شد اما متاسفانه مردم هرچی داد میزدن هیچ کس به داد اونا اهمیت نمیداد و ایشان هنوز همچنان با عنوان متفکر دوم به مردم افغانستان تحمیل شد خب حالا که این گزارش منتشر شده و ایشان در صدر لیست قرار گرفته برای ما حداقل خبری چندان مهم می نیست خبر تازه نیست خبر مهم زمانی هست که ایشان به خاطر جنایت ها و خیانت هایی که بر علیه مردم افغانستان مرتکب شده به خاطر آسیب های عمیق اقتصادی و روحی و روانی که بر مردم افغانستان وارد کرده و به خاطر خیانت هایی که بر علیه اعتماد جامعه جهانی انجام داده و پول های مالیات مردمی کشورها را که به خاطر بهبود وضعیت زندگی و رفاهی مردم مردم افغانستان به افغانستان کمک می شده ایشان برای تقویت طالبان و طالبانیزم استفاده کرد وقتی ایشان به خاطر این جنایت ها و خیانت ها مورد پیگرد قانونی قرار بگیره و جزای جرایم خود را ببینه او زمان این خبر برای ما خبر هست و مهم هست این کار زمانی ممکن هست که مردم افغانستان متحدانه از طریق فعالیت های مدنی در دنیای واقعی و مجازی از نهادهای قضایی به املالی که این فرد را با تمام کسانی که همدست بوده با ایشان به سزای اعمالش برسانند او وقت است که عدالت اجرا میشه بیش از 100 میلیارد دلار در طول 20 سال به افغانستان از طرف جامعه جهانی کمک شد بله فساد در این جاهای هم وجود داشت اما خب حداقل سی چهل درصد از امی پلها برای کمک به باسازی افغانستان مصرف شد کجاست نتیجهش؟ اگر وضعیت اقتصادی یک سری آدم ها در افغانستان بهتر شد بیشتر کسانی بودند که در امی فساد دست داشتند و یک سری آدم های که حالا فاسد نبودن و وضعیت اقتصادیشان بهتر شد هم به خاطر این است که در اون فضا یک فضای آزادی به وجود آمد و اینا تانستن که تجارت بکنن و کارهای اقتصادی بکنن اگر در سطح فرهنگی رشد کردیم هم به این خاطر نبوده که آقای کرزی غنی بخش بزرگ از این کمک جامعه جهانی را در راستای ارتقای سطح فرهنگی مردم افغانستان مصرف کرده باشند نه هر چه هست از زحمت خود مردم هست که در طول این 20 سال یک فضای آزاد به وجود آمد و مردم از این فضا استفاده کردن رشد کردند وگرنه پولی که به افغانستان سرازیر شد همیش را فاروق وردک از طریق ثبت هزاران مکتب خیالی به جیب زد و از ایسو آقای غنی هم پولهای مردم افغانستان را شماره در حساب بانکی بی بی گول و دختر و پسر خود ذخیره میکرد در خارج از افغانستان و همیتو تو صدها نفر دیگه ای که دستشان در خیانت ها و جنایت ها دخیل بود اینا حق مردم افغانستان را پول مردم افغانستان را دزدیدن و هر کدامشان بر خود زندگی و آرگاه و بارگاه ساختن و امروز که افغانستان هم سقوط کرد تمام اون آدمها با همون پروازهای اول از افغانستان خارج شدن و امروز در کشورهای مرفه در کشورهای جهان اول و در رفاه زندگی میکنن بر خود آرگاه و بارگاه و امارت و کاخ ساختن اما مردم افغانستان در یک معرکه گیر کرد حالی که مردم افغانستان از گورسنگی و بدبختی و بیچارگی اولاد خود را یعنی جگر گوشه خود را به فروش میگذارن اما در اون طرف نازدانه های آقای غنی بر خود تیاره شخصی داره چی زندگی که نکنه. مردم در ننگرهار پیرمردها در ننگرهار پکتی ها و پکتیا و اینجاها از گورسنگی میمیرن تلف میشن اما خود آقای غنی هم که پیر هست بهترین منطقه در امارات متحده عربی از خود کاخ داره و بر خود زندگی داره و در عیش و نوش زندگی میکنه و از بدبختی های مردم افغانستان لذت میبره حال هم که براسانه ها گفتگو میکنن این کارها و این کارها، آقای محیب و غنی و امثالش با این اظهارات کودکانهشان شان باز هم به شعور مردم افغانستان نتوهین میکنن به حیایی هم از خود حد داره بهترین کار که این آدم ها و این جنایت کارها میتونه این است که حداقل خفقان بگیرن و چیزی نگویند و به مردم افغانستان این بیشتر درد و رنج تحمیل نکنن باز مردم ناچار میشه که در برابر اینا متحد شوند استاد شوند با اونی که متاسفانه از مردم افغانستان چنین توقعی نمیره مردم به زور خود نمیفهمند باور بکنید اگر مردم متحدانه عمل بکنن از طریق فعالیت ها در دنیای مجازی میتونن که همین اشرف غنی و دار دستش را فاحت تا فاروق وردگ و کسانی که در, در, دوران آقای کرزی متهم به فساد بودن و از پولی جامعه جهانی اینا دزدی کردن اینا را میتونن که مردم به دادگاه بیمنالی بکشانن و اون حق مردم را از حلقوم اینا بیرون بکنن اما متاسفانه مردم افغانستان متحد نیستند همین عدم اتحاد در بین مردم افغانستان باعث شده که هر در دیوانه ای که از راه میرسه به تبدیل به بابا و نمیدانم فلان و فلان شود کاری که غنی و چکره هایش انجام داد کاری رکه های انجام داد پیامدش متوجه تمام مردم افغانستان شده است امروز همونطور که در غزنی مردم از فقر و تنگدستی و بیچارگی و گشنگی میمیرن و اولادای خود به فروش میگذارن همو رقم در پکتیا و ننگرها رو کجا و کجای دیگه مردم از گرسنگی تلف میشه شما این گزارش ها رو میخورین وقتی آقای غنی خبرها رو میشنوه شاید خوشحال شوه که کسایی که از فقر و گرسنگی میمیرن و رنج میکشن حداقل گوینده یک زبان نیستن عدالت غنوی اجرا شده و تمام مردم افغانستان به شکل مساوی از درد و رنج که آقای غنی بر اونها تحمیل کرده زجر میکشند